درود به شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه های فرهنگی و فراغتی تلویزیونی دوشنبه. اینک برنامه با اشتیاز مهمانی کاشانه های شما و خاطرسان میکنیم که سرپرست برنامه با اشتیاز هستند شرکت دور کمپانی و مهمان امشبه برنامه با اشتیاز هستند آوازخوان مؤسسه دولتی سفری هنری بزمورا زمیره فیضعلی هستند. این شام در برنامه با اشتیاز شما را خوش آمدید میگیم به برنامه با اشتیاز. و زمیره میخواستم در آغاز برنامه درود و پیغام خیش را به بینندگانی که این لحظه نزد تلویزیون های خود نشسته برنامه با اشتیاز را تماشا دارند رسانید. سلامت باشین. درود و پیام خود را به همه شما بینندگان عزیز میرسانم. امروز خیلی شادم که در این برنامه شما من اشتراک میورزم و چون یک بسیار یک برنامه جالب است میخواهم در اینجا یک هنر خدا یک با یک تمام ملی پیشکش بینندگان گردانم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، چون از جانبی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام نوبتیش به مجلس عالی مملکت اظهار داشتند که سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای ملی است، از همین لحاظ ما این شام برایتان یک خوراک ملی را که به یکی از هنرهای مردمی شامل است این خوراک های ملی بهرش ما آماده می سازیم و زمیروانو بگویید برای بینندگان که این شام ما برای بینندگان چی آماده می سازیم، یعنی که کدام نوی طعام را آماده می سازیم و برای ما کدام محصولات لازم است. البته این صرف طعام تاجیکی قدیمی ما است. وقتی ما خورد بدیم یک کمتر نتاب می شدیم در فصلی انمی سردی ها زکوم بله. پس بیبی و یا که مادرهای ما می گفتن که اموچ کردن در کار که انمی وی خنوکیه برو رد. برای من امروز در انمی فصلی سرما خواستم که انمی طعام قدیمی خود را برای بینندگان آماده باشد و برای ما کدام محصولات لازم شد؟ شیر، روغن، آر، ریحان و نمک آب. و بینندگان عزیز این لحظه ما شروع میکنیم به آماده نمودن خوراک ملی اوماچ و در علم طب نیز برای رفع نمودن بیماری های شمال خوردگی و بیماری های زکام واسه استفاده میکنم و یعنی که این را توصیه دادن طبیبان. بله. طبیبان مردمی نیز ان همین چیز را توصیه دادن. خب زمیر از چی شروع میکنیم؟ حضر من گفتم مونم که ان همین چیز در کار نیستم چون که دست پوشکو با ما لازم نمی شود چون که ما با آرد سر و کار میگیریم این را با آب آماده می سوزیم. اگر ممکن باشد من آغاز کنم و خب زمیره چی گونه شد؟ یعنی که در دل مهری هنرمند شدن یا برای صحنه برآمدن از کجا شروع شد؟ راستی از خوردی گویم خطا نمیکنم چون که در تمام یعنی کوزاک های مکتب میانه محفل های ایجادی اشتراک میورزیدم. اگر تعریفم نشود جای نمایان رو میگرفتم. تمام هنرمندان چنین میگویند از کودکی در محفل های اشتراک میکردم، در بستان ها جای 5-10 حال میگرفتم، بالای بلند میگرفتم و همین چیز مهری شما رو به صحنه دوباره کرد و چگونه روی صحنه آمده؟ هر یک چورابینیوی که میشدن راستی از درون سینف اومده در وقت درسخونی می اومدن منو وای میکردن، از درس نبردن که در انم چورابینیو اشتراک نماید. شما در اونجا چیکار میکردید؟ سرود میخوندم. البته سرود میخوندم. البته سرود میخوندید. خب اولین سرود شما کدام است؟ یاد دارم وقتی که در مکتب تحصیلات عمومی وای کردن دعوت کردن سرود مادر بود. با سرود مادر رو خوندم بعد در همونجا برای من افتخارنامه و انمین چیزو به من هدیه کردن گفتن. از انمون چیز در دل من یک شعله غلطید که باید من صنعتکار شوم، ولی خیلی با مرور زمان وقتی ما به وای رسیدم راستی از خانواده اجازه ندادن، لکن من اومدم در انمین شهر دوشنبه اینستیتوت صنعت با دانشگاه صنعت با بله داخل شدم. کدام سال؟ سالی 1994 بود. 94 سال شما بعد دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان داخل شدید. بله. در کدام اختصاص؟ اختصاص یعنی سرایندگی شعبه سرودخانی فولکلوری فلک.
خب من در یک چیز در تشویش موندم زمیره. چی گونه شما دانشگاه رو ختم کرده؟ یعنی که در فکولته امی بگیم که هنرهای مردمی من تو... سرانگی بودید یک و یک باره شما آمده به سیرک دولتی تاجیکستان. این چی بود؟ راستی این خیلی بود که من وقتی داخل شدم گذاشتم از امتحان های دانشگاه صنعت، مادرم وقتی فهمیدن مرا آماده بودم اجازت ندادم. من در دانشگاه آموزگاری شهر کلوب داخل شدم، آموزگاری شهر کلوب در اونجا را ختم نمودم. پس اون با مرور زمان ختم کردم، کار فعالیت کردم در بعضی کارخانه ها، بعدان باز اویلدار شدیم. از همین در یعنی که از صنعت کمی دور رفتیم؟ بله کمتر دور رفتم. با وجود همینم دویم در همین نوروزی ها میشی، در همسایگی ها میشی، در همه این همین چورابینی ها من اشتراک میبرزیدم. حفیظی بپرد از اون سبه که شما هزاق زیاد داشته. بله. میخواستن که آواز شما خوب است، اما وجوهی که مثلا اگر حفیظی بله. میشین میشتن زنگیر جان بیاد در اینجا بله. بکل صورت خونی بله کن بله. و همین است مخلصی، یعنی که اول آهسته آهسته به پول و با آهسته آهسته به رشته های ستاره رسیدن می شود. و خب زمینه بانو در هنگامی که شما در برای تحصیل مکتبی میونتون گپ زدید، من این لحظه برای بینندگان یک قصه دیگر باید گفته باشم. خب لطیفه خوبه، دو خواننده در مکتب میونت جنگ میکنند و معلمه میخواهد که هر دوی اونها رو تنبیه دهد و میگوید که رفته به دفترتون صد بار نامتون رو نویسید. بعد هر دو خواننده حیران میشود، میگوید که این نوعدالتی است. پس معلمه میپرسد برای چی نوعدالتی است؟ میگوید که اخی نامی عطا، نامی من باشد سفر محمد جان. بینندگان عزیز و گرامی، این لحظه ها برنامه بایشتی ها ادامه دارد. و خب زمینه چگونه شروع شد که شما به سیرک دولتی تاجیکستان همچون هنرمند دعوت شدید؟ راستی کمی گویمم پر بهتر شده بودم. بعدن امی خیلی را گفتن که کمتر باید کمتر امین وزنه پر توی این از جهتی بگیم که دکتر اومانه توصیه دادن که کمتر امین وزنی خدا باید که کمتر کنی. بعدن من رفتم در اونجا، بودن حاضر در قید حیات نیستن، مارینا نیکلایونا میگفتن، نزد اون کس رفته بودن. در همونجا همین از همین شروع شد. بعدن یک با من معقول شدم و رفتی کوری سیرکی در همونجا. انا حاضره روبری حاضره سیرکی دولتی تاجیکستان شورا جابف هستن. در همونجا اون وقت اون کس روبری بدهی بودن. روستی ویم اون کسو هم بسیار یک مهارتی بلند داشتن در جده، یعنی همین ژانر های سیرکی بسیار مهارتشون بلند بود. در همون جو من آیسته 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 همین خیلی شروع کردم گویم به همین چیزو در ژانر اکروباتیکا و اکویلیبریستیکا در همون جو کار کردم. سال 2004 برای مردم تاجیک رویدادی مهمی به وقوع پیوست که اهل فرهنگ و هنر را روح‌بلند ساخت. زیرا در این سال سیرک دولتی تاجیکستان باری اول برنامه سیرکی خود را پیشکش هواداران نمودند. زمیره فیضعلی در آن سالها در این بارگاهی هنر به کار آمد و فعالیت هنری خود را آغاز بخشید. زمیره نبیوه از سال 2003 به 4 به سیرک اومد. کلان طولی چند وقت همچون هنر آموز فعالیت خشار سر کرد. بعدی 6 ماهی که از بین گذشت در سود نارو سیرک قبول کردیم. مشقی سیرک را هرچند که
سینی سالی خوردی نبود. یکی در برابر اون که سینی سال خوردی نبود حرکتی کرد که با یک خلاه های در کار برسد. بعد انتخاب کردیم او را از ژانر اکولیبریستیکا را. در ژانر اکولیبریستیکا بسیار مهارت خوبی شان داد. حتی در امتحان سپاری از چرکی خطای و روسیه نمایندگان بودند. او را دیدند، بهاگذاری هم کردند. برای صاحب هنر مقبول بیننده گردیدنی هنرش ارزنده ترین دستاورد است. محض هنرنمایی جذاب و جالبی او بود که بیننده بارها با او احسن گفت و آفرین. زیرا در ژانری که او در صحنه سیرک هنرنمایی میکرد واقعا هم بیننده بی‌توجه بوده نمیتوانیست. هنر و مهارت سخنوری زمیره را رهبریت سیرک دولتی تاجیکستان به انوبت گرفته او را به حیث راوی برنامه های سیرک تعیین نمودند. خوشبختانه باز یک سفر خوب دیگه داشتیم. اولین بار سفر بود به جمهوری قرغیزستان، خود ایسیکول، شهر چالپان آتا رفتیم، برآمد کردیم. بعد در همونجا علاقه ما خبر داشتیم که خزم در فکولته زبان ها میخواند. انا سیمای خوب کی داشت، چهره زیبا کی داشت، ما حرکت کردیم را برنده برنامه چرک کی. خیلی طول چند وقت در این کار سنجیدیم دیدیم که حرکت برنده خوب به مؤسسه سیر داده شد. زیرا برای چی برنده خوب شده توانست؟ خودش تمام ژانرهای سیرک رو دیده بود، خودش ورزش کرده بود، از ژانرها با خبر بود. برای همین با او آسان تر بود برنده کردنش در ساحه انا سیرک. این حال تا حاضر همچون برنده مسیح سیر داستان کار فعالیت دارد. او در چندین سفرهای هنری به خارج مملکت سیرک تاجیک را به بیننده بیرونی معرفی کرده است. ما در اونده براش میخواییم که موفقیت و در برابری میخواییم که همون ژانری که آموخته بود با یکون کسی دیگر بموزاند اون ژانری آموخته خودش را، که از ژانرهای خوبترین بود و امکانات داریم که همچون پیداگوگ همینی فهموده تاونسته میتواند که همین ژانری که او آموخته بود فقط او نشان داده است. پیش از او این کار را کس نکرده بود، بعدی انجام یافتن ژانری او یا اون کس هم نکرده است، اما کم ترک خالی مونده است. میخواییم که او همین ژانر را بایگون کس بموزند و روی صحنه تاجیک براید و مردم تاجیک ای برخوردار گردد. اگر صفی بانوانی تاجیک مثل زمیره فیزلی زیاد گردد، میتوان گفت که ژانر سیرکی در مملکت رشد میکند. با این وسیله امکان پیدا میگردد که در برابر دیگر بخشای فرهنگ سیرک هم معرفگری انعنات مردم تاجیک در این نمودی فرهنگی جهانی باشد. بینندگان عزیز و گرامی، برنامه با اشتیاق ادامه دارد و خاطر رسان میکنیم که هم صحبت امشبه برنامه با اشتیاق هستند زمیره فیض‌علی و این لحظه ها مومینه داری خش را به شرکت دور کمپانی میرسونیم که برنامه ما را سرپرستی دارند. و زمیره، من میخواستم اطرافی آن صحبت داشته باشم، یعنی که وقتی که شما به سیرک اومده کدام سال بود؟ سال 2003 بود. اومده بودم در همونجا. من وقتی به وزن بدن باید کمتر سبو کردن، اوسته کروی اوایو را دیده به هم نوع زوق پیدا، بله زوق هم پیدا شد. اوسته سو اومختم جانهای سیرکی را، بله. یک یک باره 34 کیلو خراب شدن نه بسیار خراب شدم در حقیقتن خراب شدم. شما در کودکی حواستون زیاد بود، پس از اونه که دانشگاه ختم کردید چخیلی که در بلا هم شما ذکر کردید، یعنی که اول اومدید به دانشکده سند، پس اون رفتید به دانشکده اموزگاری شهری کلو، و پس اون اومدید به سیرک. یعنی که چی باعث گردید که شما رو آوردید به سنتی سرایندگی؟ من فکر میکنم که
چی حواسی که در دل از خوردی در همین شخص باشد حتما یک روز نه یک روز بالای آب میبراید. انا امروز همه خیلی شد که در هنمی رفتی کوری سیرکی بعضی شویرابانو رایم جون ما بسیار یک دوستی نزدیک هستیم. وقتی یک سرودخونی ما رو کس شنویدن گفتن که زمیره برای چی تو باید یکان سرود نخونی. اصلا شروع شد از انامون وقت که یک شعری که شویرابانو ایجاد کردن با من پیشنهاد کردن آهنگ بستن همین سرود ما خوندیم. بعدا از هنمون وقتا سر شد و روزش شد که من باز با نزدی استاد نعمت اصولی رفتم سرودی مادر خواستم. از هنمون روز مادر هنمون انسامبل مؤسسه دولتی سفر هنری کار فعالیت بله و خوب میشود بگر این لحظه رو افغان رو میریختیم چون که برنامه ما خیلی فرصتی که تو دارد. بله بله. خب تا این لحظه که شما روغن رو به انهمون دیگمون میریزید من برای بینندگان یک لطیفه قصه میکنم. مرد از کودکی میخواهد که پولدار باشد، بوی باشد و آیستا آیستا کلان میشود و صاحبی پولی بسیار میشود. بعد چند نفر نزدش میگن که خیلی بوی شدن در بوی شدی همون پولی قرضات نمی که میگن که نه. بعد میگه برای چی؟ میپرسن از او که برای چی نمیخوای که پولی قرضات رو بدی به قرضدارها؟ میگه که نه من بوی شدم با نگویم که بوی شدو دیگر. در هنانی رفت من میخوام که یک لطفه دیگه شما گفته باشید. شومونده نزدی در زنی میوید و در را میکوبد میگوید که خلا جان یک چکا آم بتین که از گشنگی و تشنگی در بیرم به جای خواه موندگی هم. زیبادی این که هنوخی در این پیراهی تقدیر را بیافتم مسیر و گشتم کنون نسیر. زیبادی این که هنوخی در این پیراهی تقدیر تو را بیافتم مسیر و گشتم کنون نسیر. زیبایی که هنوخی در این پیراهی
شنوندگان عزیز برنامه بایشتیای دوما دارد و یک سری دیگر رو من برای شما میکشویم که زمیره فیضعلی هم سرایانده است، هم اینه که هنرمند سیرک فعالیت کردن در ژانر سیرکی و در برابر این گوینده خوبی هم هستند. در برابر یکی لطیفه گو هستند، یعنی که در برنامه های اکثر برنامه های سیرک دولتی تاجیکستان به حیث برنده یا راوی یعنی که برآمد میکنند و فرهنگ سیرکی مراد به ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه یعنی که معرفگر هستند، راوی هستند، یک قسمت اساسی معرفی آن همون برنامه های کنسرتی را در ژانر سیرکی معرفی میسازند. از همینجا شروع شد کار شما، یعنی که شما رابطه کردید و روی صحنه اومدید. بله بله. خب یکم سرود گفتیم، سرودی مادر بود، پس اون چی سرود؟ این اولین سرودی که من سرایدم با شایره بانو این سرودی پشایمانی بود. انا این رو ما بسیار اموده کردیم سرایدیم، بعدا سرودی دیگرم بعد این پیدرپر پیدا شدم. خب زمیره، من یک چیز دیگر میخواستم پرسان شام که چرا مثلا امروز وقتی که هنرمندان روی صحنه هنر میآیند، البته میخواهند که با اون سرودهای خود رو معرفی کرده باشند که یا پشایمانی باشد یا که تو ما رو پرتفتی رفتی، یعنی که سنگی ملامت رو در سر یک سری دیگر بار کرده. شاید دیگر ما پهلوهای این سال زندگی است که سرود کرده، چرا که شما با همراهی نعمتی اسراریون یک بله. دوگانه یک دویت سرایدید، اما که در اونجا حس کنید که تمام موضوع دیگر است. بله بله. چرا این روز هنرمندان ما سنگ ملامت رو باید بر سر کسی بار کنه؟ چون که شاید وای هزنمون مشوقه خود از یوم از مشوق خود رنجش دیدگی باشد، شاید بر همین خاطر من باشم سرودای میخونم که با دل خلق باشد. با دل خلق باشد. چون که شما در دانشکده در صنعت و فرهنگ تاجیکستان همچون در شعبه فولکلوری بودید. بله بله بله. و آوازخوانی عنعنوی اگر اجازت باشد، اجازت هست من. و تا اون لحظه که شما آن همون آرد را تف میدید و داغ میکنید، من برای بینندگان باز یک لطیفه دیگر رو قصه میکنم. خب افندی را پرسیدم، اگر سال تولد انسان 1970 باشد چند ساله میشود؟ افندی کمی فکر کرد و گفت مرد است یا زن؟ بینندگانی عزیز، برنامه با اشتیای دوما دارد و بار دیگر این شام شما رو به خیر و شادی میگویم. و اولین کاری که ما با همراهی زمیره فیضعلی انجام دادیم، آد را چون از قدیم لیام است یعنی که مالیش دادیم، و دومین کاری کردیم به دیگمون روغن انداختیم، پس موندیم و در آن باشد ان همون آرده را که مخصوص آماده کرده بودیم هفت داده استوده ایم. گفته بیمانم که ما باید انمین تمام کیازر مور سخته استوده ایم، باید که بسیار سرخ کنیم، یعنی که چقدر باید باید چقدر تفت خورد و مثل حولای تاجیکی. بله بله بله. خب اگر زمیده بانو این دستک ها رو باری دیگر میکشیده دوران الان دوستی، اگر او روزی من دستم بکشم انمین باید که یک میجم باید از این ما دور نسازیم. برای همین خاطر ما منتظر میشیم تا اون لحظه که من همون خوراک ما قریب آماده میگردم، 40 دقیقه ما دیگر رو میکنیم. خب یعنی که شما چی گونه به مؤسسه دولتی سفاری هنری بزمورو راه یافتید؟ راستی یک روزی مادران بودن، قریبی روزی مادران به من گفتن که یک سرودی مادر آماده بس در وصف مادر آماده ساخته باشین. من رفتم به من همین خیلی توصیه دادن که نزدی استاد نعمت اسراری روید. من رفتم نزدی اون کسا و من سرود مادر رو با یک جایگی استاد نعمت اسراری آماده ساختم و پیشکش بینندگان گردم بود. شاید این لحظه پاره از آن همون سرود محض برای بینندگان سرایی داشت. البته همه دنیای من دنیای مادر، غذایم شیری جان بخشای مادر، زبان آموخته و خوش روزی ها داد، سرمانم به پیش پای مادر. همه دنیای من دنیای مادر، غذایم شیری
جان بخشای مادر، زبان آموخته و خوش روزی ها داد، سرمانم به پیش پای مادر، زبان آموخته و خوش روزی ها اما خیالت در غمی من به قرار مادر عزیز و مهربانی. هنر گنج نایاب و گوهری پرارزش در کف دست هر یک انسان بوده. نفری صاحب هنر همیشه میان مردم شهرت یار است. صدای دلنشین زمیره فیضلی را اهل ایجاد مؤسسه دولتی سفری و هنری بزمارو به انابت گرفته، او را به این درگاه معرفت همچون سراینده خوش صدا در ژانر خلقی به کار دعوت نمودند. در برابر آواز خوش داشتنش این بانوی هنر خوش اخلاق هم هست. همین است که اهل همکاران او را احترام نموده دستگیرش هستند. طول قریب یک سال می شود که زمیره بانو با ما در یک کارخانه در یک مؤسسه کار میکنیم و چخیلی که میگن هنرمند از اول دیدنش معلوم میگردد که هنر دارد. زمیره بانو البته هنر خیلی والا دارد، آواز بسیار شیرین مرغلادار دارد و همه وقت کوشش میکند که سرودای نو به نو ایجاد کند، شعرهای نو به نو. ذوقش بسیار بلند است نسبت بر آوازخوانی. امروزها این سراینده دلباختگان سرود و ترانه های زیاده دارد. زمیره فیضلی در این بارگاه هر صبح بهر ایجاد سرود و ترانه های نو به نو می آید و همراه با آهنگسازان و نوازندگان و متخصصان ساحه در همکاری ناگسستنی است تا سرود و ترانه های خیش را با مصلحت ایشان ایجاد کند و با تمام تازگی و نفاست صنعت پیشکش مخلصانش گرداند. می گویند که
کاغذ همه چیز رو میبردارد، یعنی درد و علمهایی که اون شاعر، اون نویسنده در غمی فراق یا که مادر یا که فرزند یا که عشق تابشای خود رو در کاغذ می نویسد و اون شعر می شود، یک دو سه و اون کتاب می شود. اکنون این شعر رو، این کتاب ها رو یک آوازی در کار، یک صدایی در کار که با مردم شنواند. من فکر میکنم که زمیره دارای این صدای خوب است، این آوازی خوشی که خدا با اون کس داده است و میتواند که اون لپشایی در آوازی این دخترک بودگی در دل مردم جا شود. و یک جا در این کارخانه بزمارو کار میکنیم، با یک چند دستاوردهای خود پیشکش نمودیم و زمیره یک چند سرودها رو سرویده از عهده سرویدنی این سرودها برآمد و من فکر میکنم در دل و دیده مخلصانش جا گرفت. زمیره بانو در سرود و ترانه هایش مهر و محبت، دوستی و رفاقت و وطن دوستی و میهن پرستی را ترنم میکند و تلاش دارد تا پیوسته پی ایجاد و ایجاز باشد. صرف نظر از آن که تجربه هنری این بانوی هنر زیاد است، اما او بران گمان است که تا به حال جهت پیشرفت صنعت تاجیک کاری را به سما نرسانیده است. اگرچه سرودهایش هم کم نیستند، ولی تا به امروز آن سرود را نسرایده است که آن را باید سرایده باشد. بینندگان عزیز، برنامه بایشتی های دامت دارد و این لحظه ها ما به دیگمون آب میریزیم تا آن دیگمون سوخته خوکستر نگرده و یعنی که بینندگان عزیز، پس از تف خوردن آرد یک لیتر آب را همراه میسازیم و تا جوشیدن آن یعنی که منتظر میشویم. بله. و اصلا میرم، من میخواستم اطراف اون صحبت داشته باشم که پس آن کدام سرودها ایجاد شده؟ پس اون سرودهای اومدن این هم از همش اوهنگای نعمت اسراری هستن در اون انسامبل خودمون. انا با نعمت اسراری سرود خونده، سرودی دو کسا یک جا خونده بدیها، بعدن باز انا سرودی بود سخته استودم. بسیار سرودو از انامین وقتی کار و فعالیتی که در انامی انسامبل کردیم، بسیار سرودها با من در آنجا پیشکش نمودن، ثبت کردم. بله، یعنی که بعضی سرودهای شما طریق سامانه های اجتماعی بله، بله. و تلویزیون و رادیو علاقه پیشکش مخلصان گردید و امروز مخلصان میشناسند و میدانند زمیره فیضعلی را. بله. و من میخواستم اطراف اون صحبت داشته باشم که یعنی که در برابر هنرمند بودن، یعنی که در برابر هم در ژانر سیرکی فعالیت نمودن، پس آن به ژانر سرایندگی رو آوردن سراییدم، باز کدام هنرها رو داره؟ البته هنرهای کدبانوگی بسیار هنرها رو کم کم لباس همه دوزن لباس های ملی یا اروپایی؟ ملی ملی البته از اروپایی خیلی عقیبم اولو به آنجا نرسیم. و خب من میخواستم اطرافیان صحبت داشته باشم که پوری اول چی گونه بود روی صحنه آمدنی شما در ژانر سرایندگی؟ چی گونه مثلا وقتی که روی صحنه بر اومده چی احساس شما را فراد؟ هر یک وقتی که تو حاضرم انمو احساس در من هست، یک وقتی روی صحنه می برایم یک احساسی در من میوید که گفته نمی توانم. تو یک لحظه های خوب، وقتی که از صحنه می برایم به خانه می روم، این لحظه ها را می گویم نه خود که من به همین روز و به همین حوث های خود من رسیدم. یعنی که آرزوها جمعه آرزو های... عمل بله بله بشید. بله زندگی به آرزو شیرین بود. بله. زندگی رو آرزو شیرین بود. بله. خب این لحظه ها بینندگانی عزیز، تا اون لحظه ای که خوراکی ما آماده میگردد، من باز یک لطیفه دیگر را به خاطر بینندگان قصه میکنم. دو ملیسه در راه نشسته بودن و یکی از خارجی ها
میآید و میگوید که به هر زبان، به زبانی فرانسوی گپ میزند، به زبانی نمیسی گپ میزند، به زبانی انگلیسی گپ میزند و کسی او رو نمیفهمد. و وای میخواست که از میلیسه ها، یعنی که به همون ناظران منطقه مراجعه کرده، گوید که وای راه را گم کرده است. وقتی که از آنجا میرود، این دو میلیسه بین خود میگن که همین زبان ناموختنده لازم شد امروز. میگه دیونه همون ده زبان رو آموخته، زبان شما نفهمیده. امروز نمیره در برابر زبان تاجیکی باز کدام زبان ها رو از خود کردن، یعنی که آزاد با اون زبان ها گفتگو کرده میتواند. از زبان های بیرونه اگر گویم تنها زبان روسی رو، چون که آن لحظه چونکه... که شما مکتب میونه میخوندید، حتما البته. اکثریتی بله. خوانندگان ختم کرده همون زمان علاقه زبان بله. روسی رو خوب میدونستن بله. 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 و زمیره نیز ان همین زبان ها رو آموخته است و بله. زمیره، من میخواستم اطراف آن صحبت داشته باشم که چرا تا امروز اون کلیپ ثبت نمیکنید؟ راستی البته هر یک صنعتکار میخواهد که سرود خود با کلیپ ها برای بینندگان معرفی کند. سرود مانند فرزند میشود، باید که وقتی اینقدر زحمت تو پیش می آید، اینقدر میخواهی که سرودت بسیار در نزد مردم معرفی کنی، باید کلیپ حتما است. من کوشش میکنم که در آینده ها انمی سرودهایی که من برآوردم حتما کلیپ کرده برای بینندگان پیشکش نمایم. زمیره، میتوانن بینندگان ارجمند ما در بجای ریحان از دیگر مثلا رستنی ها استفاده کنند؟ در انمی طعام ما نه. چرا؟ چون که ریحان یک طعم خودش رو دارد. اینا اوزرمو شیرو ایلوه نمودیم، کمتر میبینیم که اگر غستر شد باز ایلوه میکنیم، چون که این باید که کمتر تنکتر بیاد. شما اگر یک کاسه میکردید کفایه بود. نه، من خواستم که از انامین این بسیار یک حکیم است، تمام بسیار حکیم است، میخوام که همه انامین کارمندانی شما انامین استعمال کنند. به فکرم که پس از این خوراک یک دو روز کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه به کار نمی آیند و ما منتظر می شویم بینندگان عزیز که این قدر که زمیره بانو این خوراک رو تعریف میکنن، توصیف میکنن، ما منتظر می شویم که چگونه آماده می گردد و بینندگان عزیز این لحظه باشد زمیره بانو باز برای شما یک سرود زیبای خیش را می سراید. خطای تو هم از زباست ایدیل، نهانی تو هم پیداست ایدیل. خطای تو هم از زباست ایدیل، نهانی تو هم پیداست ایدیل. هر آن کو بده که از تو آید، بقای ما فنای ما سیدیل. دلی من ای دلی من، رهی من رهبری من، غمی من غصه ای من، چراغ دیده ای من. مرا کشتی تو در راهی هوس ها، بدی من دشمنی من قاتلی من. تشکر زیاد میگم، صدایتون خسته نباشد. خب امروز زمیره فیض‌علی با کدام هنرمندان در همکاری است؟ با هنرسازان، با شاعران، با کی هم بیشتر در همکاری است؟ همکاری بیشتر با هنرمندان استاد جمشید اسماعیل، انا شیرین مونیهولوا، استاد حسن ایدر، صاحب دولتوا، انا با نعمت اسراری، با این شخصان من همکاری دارم. در همکاری اینه که پای ایجاد هستید و تو جای موقع هستیم در پیش جشن ها است و زمیره آمادگی میبینن و جشن های در پیش استاده. خب چی آمادگی ها دارید؟ چی سرودی نو در لحظه های ایجاد است؟ یعنی که در لحظه های آماده شدن قرار دارد؟ همین سرودوی در جشن بوره ها البته زرمور همکاری داریم با گروه انسامبل، آمادگی دیده استوده ایم،
به نزدیکی خدا خواهد پیشکشی بینندگان میکنه. یک سرودی که باز به روز مادران سرودی نو اومده ساختیم. ما میتوانیم که همین بینندگانی که این لحظه ها تلویزیون ما رو تماشا کرده ایستادن اولین شنونده ای همین سرود باشه. البته چرونه شروع میشه. روزه که خود روان و خود کار میشوه، چون ابری در گذر صد پاره میشویم، چون ابری در گذر صد پاره میشویم، از بحر زندگی آواره میشویم، از بحر زندگی آواره میشویم، بر قدر مادران آوقت میرسیم، بر قدر مادران آوقت میرسیم. از در برا نزدم بیا، پیشم نشین من اومدم. از در برا نزدم بیا، پیشم نشین من اومدم. من آمدم
شیرین زبان من آمدم من آمدم من آمدم ای جانی جان من آمدم من آمدم بینندگان عزیز و گرامی برنامه بایشتی های ادامه دارد و خاطررسان میکنیم که سرپرست برنامه ما هستند شرکت دور کمپانی و مهمان امشب برنامه بایشتی هستند زمیره فیضعلی و این لحظه ما برنامه خش را ادامه میدیم و این لحظه فرصت رسید تو و خوراکمون برگ ریحان بله. خوش شده را کرده باشیم البته این در اخیر انامین خوراک پزی است یعنی در فرجامی در... خوراک یعنی که بله. اخیرون چیزی که ما بدگمون میاندازه این است ریحان و نمک و نمک بله و منتظر میشویم که خوراک ما آماده گردد و همینطور است بله خب چند دقیقه باید بای در جوش و خروش باشد یک ده پونزه دقیقه بله منتظر میشویم تا انامی خوراک ما یعنی که آماده گردد باشد و زمینه میدونه چی من میخواستم اطراف دیگر چی صحبت کرده باشم خوب. که ما میتوانیم که در حالتی نبودن شیری طبیعی یعنی که از شیری خشک‌شده استفاده برده باشیم البته میتوانیم ولی اون طعمی که در شیری خانگی طبیعی است من فکر میکنم که در نه اونقدر با شیری سنعی چون این تیار بشود خب زمینه من میخواستم اطراف هم صحبت داشته باشم که امروز چی نقشه ها دارد یعنی که در جاده ایجاد در جاده هنر باز شاید یکان کسب دیگر کندکاری یا دوریدگری یا زرگری را از خود کردنی هستیم راستی با یک مرد میگوین من فکر میکنم که با زنم چیل هنر کم است چیل هنر کم است یعنی که شما کوشش میکنید کوشش میکنم که 39 هنر را داشته باشید دنیا با امید است و زمینه من میخواستم اطراف همین ترانه ها اطراف زندگی نامه از اطراف همین آهنگ و شعر ها یعنی که وقت استراحتی خود رو چی گونه پسی سهر میکنه؟ وقت استراحتی راستی به کار و باری انمون خانه اندرمان میشوند بعدا همین سرود هایی که من تیار میکنم تکرار کرده با همین روز رو پس سر میکنم من فکر کردم میگید که میوار جان کن باشد ما این یعنی که آتشش رو خاموش کنیم جرایان یعنی این بعد رو میتوانیم که از این خوراک یک کسه شما بکشه علاقه خوراکی ما آماده کردید خب زمینه من میخواستم اطراف دیگر چیز تا اون لحظه که شما خوراک میکشید گفته باشیم چی بود برنامه بایشتی برای شما البته من برای خودم یک تأثیرات خوبه گرفتم چون انامین خوراک آماده کرده ای که بسیار حکیم است برای بینندگان پیشکش نمودم پس از چند دقیقه معاین میشود که بای حکیم است یا حلیم است البته اگر انامون بی بی و مادران ما اگر ما رو دیده استوده باشن حتما با انامین فکر من راضی میشود خب این از فرصت است چون ما میتوانیم که از این خوراک کشیده باشیم و من برای شما کاسه خودم را دراز میکنم و بینندگان عزیز ما طول این ساعتی که با شما بودیم امروز زمیره فیضعلی پی ایجاد است پی سرودهای نو به نو است و کوشش میکند که ترانه های سراییده باشد که به دل مردم نزدیک باشد ترانه های سراییده که واقعا هم دوست داشتنی باشد یعنی که در جستجوی شعر و آهنگ های نو به نو است و این لحظه ها بینندگان عزیز فرصت رسید تا از این خوراک حکیم یعنی که به قول اوموچی تاجیکی ما چشیدن باشه بینندگان عزیز فرصتی آن فرا رسید که به هنری کدبانوگی زمیره فیضعلی ما بها داده باشیم اما من فکر میکنم که بهای خوب باید داد اما پس از چشیدن معین میشود که ما چگونه بها گذاری میکنیم به آن همین خوراک آماده نموده زمیره فیضعلی بینندگان عزیز در حالتی که خوراک تصفیم باشد هیچ گوش ما استعمال نکنه اول از که همه رو بفهمه دیوم این که یعنی که کمی باید این خنک نشود این رو در حالتی گرمیش استعمال نمونه بله بله برای همین خاطر ما بار دویم از این تمام میچشیم و به حضور میکنیم
پاکی می بمونند. بسیار می خواستم تعریف کرده باشم که یک خوراکی میلی آماده کرده. بسیار می خواستم تعریف کرده باشم که زحمت کشیدید، زحمت زیاد سر شد. و بینندگان عزیز واقعا هم شایسته احسن گفتن هاست. انا این اوموچه که برای ما شما آماده کردن از امیره فیضعلی، ما ایثار سپاس میکنیم که به برنامه ما آمدید، یک خوراکی لذیذ رو آماده کردید. تشکر با شما، سلامت باشید. واقعا هم شما انمی آشپز خوبی خوان هستید، یک نفری هستید که طعام های ملی رو در سطح ان همون درکاریش آماده میگردونید و این لحظه ها باشد یک توفه خورده از نام سرپرست برنامه با اشتیا شرکت دور کمپانی تقدیم زمیره فیضعلی میگردد. سلامت باشه. این توفه ما رو سلامت باشه. سلامت باشه. و در فرجام صحبت میخواستم تمنیات دلخیش را با بینندگانی که لحظه ما رو تماشا دارن دستانگه باشه بگیریه. فقط با تمام هموطنان عزیزم خوشبختی، سربلندی، لحظه های خوب حیات رو تمنا دارم. تشکر زیاد میگویم به شما. بینندگان عزیز، میخواستیم ساعت ها با شما در ارتباط باشیم، روبروی همدیگر باشیم، سخن کرده باشیم، چی چاره که زموم وقت در دست ما نیست. اینجا باشد وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام میرسد. در انتها بهرتان خانه آباد و روزگار آسوده را تمنا داریم. بگذار که همیشه خاندانتان پر از فیض و برکت باشد و جسمتان سالم و بردم. تا نزدیکترین دیدار، خیر. زیبا وطنه ها، زیبا وطنه ها، یک کشوری جو